بخش آخر برنامه من امشب در مورد سخنان بسیار ملی امیر ارتش سرتیپ حاتمی است که واقعا لذت بردم از این سخنرانی. صحبتایی رو کرد که قضاوت رو به شما میسپارم تا بدونید که وقتی میام آقا ما داریم تاثیر میذاریم. الان هم دیگه نمیخوام منم کنم، خودتون دیگه قضاوت کنید. اینها همونهایی هستند که با لیبی مذاکره کردن، لیبی همه چیزش رو بار کشتی کرد، تحویل اینا داد. یعنی من هیچی نگم دیگه، مخاطبانمون به خود دشمنامون الان من دقیق الان میدم دشمنامون کجا هاشون میسوزه. الان چه وضعیتی داره؟ درود بر شما ایرانیان نژاده، امروز با شما هستم تا در مورد سیاست‌های غلط دولت لیبی در قبال زورگویی‌های آمریکا براتون برنامه بسیار مهمی رو داشته باشم. بهتون بگم چجوری محمد قذافی رهبر لیبی با ندانم کاری، با اطمینان بیجا و البته ترس که اصلا یعنی خود مرگ، با ترسش نه تنها باعث سقوط نظام خودش شد بلکه باعث فروپاشی کل لیبی شد. زمانی که جان بولتون میاد میشه مسئول، مشاور ترامپ میشه، این طرح هنسون یه چیز خیلی ساده، نمیخوام وقتتون بگیرم. یکی از توییت‌های اخیر آقای هنسون خطاب اروپایی‌ها: شما فرصت داشتید تا توافق هسته‌ای را اصلاح کنید، اما حتی نتوانستید معایب مهلک آن را برطرف کنید. حالا نوبت ماست. ملاها سرنگون میشن. یه از این واضح‌تر داره طرحشو میگه. طرح هنسون اینه عزیز من، خیلی ساده: فشار اقتصادی، نارضایتی مردمی، حمله مسلحانه که اینا رو براشون کیا انجام میدن؟ منافقا، اون کسی که بار دارن. حمله مسلحانه، کشته سازی، مدل سوریه، مدل ناامنی مرزها از سمت کشورهای همسایه بود. برای اولین بار تو دنیا اجرا شد، تا حالا نظیرشو نداشتیم. حتی تو شوروی هم اون از سمت لهستان شلوغ کردن، از یک جا بود. اونا خودشون دارن میگن این نظام جایگزین نداره، جایگزین این نظام ایرانستان است، تجزیه ایران، لیبیزاسیون ایرانه، لیبی کردن. خودشون میگن، میگن مدل سوریه و لیبی رو در مدل اومد. ببین لیبی چی شد. لیبی هم هسته‌ایشو تقدیم کرد دیگه به آمریکا. همه رو سوار یه کشتی کرد فرستاد آمریکا. چه بلای سرش بود؟ اینا لیبی کجا ما کجا؟ لیبی با اونا کاری نکرده بود. ما این چه بلایی سر اینا؟ نقشه‌ای اینا رو بعضی 30 سال 40 سال عقب انداخت. مسلط بشن کاری با ما میکنن. گفتن سوریه و لیبی و نمیدونم بحرین و یمن اینا باید برن بوخ بزنن. دسامبر 1988 هواپیمای پان امریکن با 259 مسافر که اکثر آنها آمریکایی هستند در آسمان اسکاتلند منفجر می شود. حادثه‌ای که در رسانه ها به پرونده لاکربی معروف می شود. سال 1988 21 دسامبر هواپیمای از انگلیس بلند می شه به نام پان ام. هواپیمای امریکنی هست که از انگلیس می خواد بلند شه و در واشنگتن فرود بیاد. این هواپیما تا بلند میشه در اسکاتلند در منطقه‌ای به نام لاکربی سقوط میکنه. عزیزان این حادثه معروف به لاکربی. آمریکا لیبی را به عنوان مقصر اصلی این حادثه معرفی میکنه. آمریکایی‌ها میگن کاکا کار قذافی و دولت لیبیه. آمریکا خواستار تحویل دو مأمور امنیتی لیبی است. میگن که تازه دو تا از ماموران امنیتی لیبی که تو این کار دست داشتن ما میدونیم کیان. گفتن که این دو نفر هم ما میشناسیم، در سازمان امنیتی لیبی هستن و آقای قذافی باید اینا رو به ما تحویل بده. آمریکایی‌ها پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل میکشند. خب آمریکا شروع میکنه میگه آقا نه، این کار لیبیه. مرغ یه پا داره، میبره پرونده لیبی رو به شورای امنیت شکایت میکنه. 21 ژانویه 1992 قطعنامه ای از سوی شورای امنیت صادر میشود که لیبی را موظف به همکاری با آمریکا میکند. دو ماه بعد شورای امنیت قطعنامه جدیدی صادر میکند. حالا 4 سال شورای امنیت سال 1992، یعنی 3 سال و نیم اینا برمیگرده میگه که آقا جان این کار لیبی بوده، کار قذافی بوده، قذافی باید اینو بپذیره، غرامت بده
وگرنه تحریم میشه اگر نپذیره که این بمبگذاری کار قذافی بوده. این یک ترفند تازه برای تحت فشار گذاشتنه. ما مخالفینمون رو که برای ما مشکل درست میکنن از ارتباط با دنیا دور میکنیم. اونها توی این انزوا له میشن و از بین میرن. استیون هادلی، همین شخصی که دارید میبینید، ایشون برمیگرده میگه که مشاور امنیت آمریکاست، میگه آقا ما با کشورهایی که مشکل داریم اینها رو تحریم میکنیم، کاری میکنیم که این کشورها با هیچ کشوری در دنیا در تماس نباشن. قشنگ کاری خواهیم کرد که این انزوای کشور در طول زمان اینا رو له کنه. فشارهای آمریکا به شورای امنیت منجر به صدور قطعنامه جدیدی میشه. این بار قطعنامه 883 که توقیف اموال و دارایی‌های لیبی و نیز ممنوعیت تجارت با این کشور به خصوص در حوزه نفت را شامل می‌شود. در سال 93 سرتون رو درد نیارم، شورای امنیت میاد و تحریم‌های سنگین‌تری و علیه قذافی اعمال می‌کنه در چارچوب نفت و حتی روادید برای مردم لیبی و همه چی. سال 1999 اولین جرقه‌های تغییر رفتار لیبی در قبال آمریکا آشکار می‌شود. قذافی که در این مدت از طریق دیپلماسی پنهان با سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس ارتباط برقرار کرده است، می‌پذیرد در ازای هر فرد کشته شده در حادثه لاکربی مبلغ 10 میلیون دلار، جمعاً بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار بپردازد. یواش یواش در سال 99 می‌بینه نه بابا زورش نمی‌رسه، 7 سال مقاومت می‌کنه، بعد قرامت بدی برای تک به تک این کشته شده 270 نفر کشته شدن، نفری 10 میلیون دلار هم بدی، در مجموع 2 میلیارد و 700 میلیون دلار هم پول بدی، تازه بعدش هم باید کار داریم. اینا رو حالا فعلا علل حساب قبول کن. و قذافی قبول میکنه. 12 سپتامبر 2003 شورای امنیت سازمان ملل تحریم های لیبی را لغو میکند، اما تحریم های یک جانبه آمریکا به قوت خود باقی میماند. سال 2003 شورای امنیت به هر حال برای اینکه از اون سیاست چماق و هویج استفاده کنه میاد یه دونه هویج میده به آقای قذافی، برمیگرده و یک سری از تحریم‌ها رو برمی‌داره، تحریم‌های شورای امنیت رو برمی‌داره، ولی آمریکا ور نمی‌داره. آمریکا میگه نه، من با تو کار جداگونه دارم. آمریکایی‌ها قرامت پرداخت شده برای حادثه لاکربی را کافی نمی‌دانند. آمریکایی‌ها برمیگردن میگن آقا این غرامتی که تو دادی به این کشته شدگان و این 270 نفر و فلان و اینا، این دوتا مأمورت هم تحویل دادی، اینا کافی نیست، ما بیشتر می‌خوایم. آمریکایی‌ها که متوجه ضعف و انفعال در لیبی شدند، حالا توقعات جدیدی را مطرح می‌کنند. تعطیلی فعالیت هسته‌ای لیبی، آن هم به بهانه نگرانی از رفتارهای خصمانه احتمالی این کشور. آمریکایی‌ها وقتی که لیبی رو در موضع ضعف می‌بینن، از لیبی میگن آقا تو باید بیای حالا با ما برجام هسته‌ای رو امضا کنی. 4 مورد دارین برجام هسته‌ایشون، یه سری موارد داره جالبه. مطالبات آمریکا و انگلیس شامل دست کشیدن کامل لیبی از هر نوع برنامه هسته‌ای، اعم از تحقیق، توسعه و تولید. شما باید یه دست بکشی کلاً از هر نوع فعالیت هسته‌ای، یعنی فعالیت هسته‌ای دیگه نداری. بعدش هم این فعالیت هسته‌ای که دست میکشه شامل تحقیق هم حتی میشه، حالا توسعه و تولید که هیچی، انهدام و انتقال تجهیزات مربوطه و اعطای دسترسی کامل و نامحدود به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میشود. بعد میگه حالا اونایی که تو الان درست کردی، هر چی داری تو چارچوب هسته‌ای، تأسیساتی که داری، ساختمونایی که داری، ساختمون اینا که به درد من نمیخوره، اینها رو انهدام بکنی، یعنی خرابش کنی. بازرسان انرژی اتمی، آژانس اتمی جهانی هم اینا باید تو حاضر باشی امضا بدی، هر زمان سرزده بدونی که اصلا به تو خبر بدن بیام تو کشورت، برن هر جایی که دوست دارن رو بگردن. از طرفی حمله آمریکا به عراق در همین سال قذافی را بیشتر از قبل ترسانده است. خب در سال 2003 در این حال که آمریکا این فشار رو داشت میومد، پیشنهاد رو داشت به آقای قذافی میداد، حمله کرد به صدام حسین. از کجا میدونید که کشور بعدی که مورد حمله قرار میگیره یکی از شما نباشه؟ هر کشوری ممکنه، امروز عراق، فردا لیبی و بعد هم کشورهای دیگه. همه جا میگه که آقا آمریکا به زودی به ما حمله میکنه، آمریکا متحد خودش صدامو بهش خیانت کرد، فلان کرد، نوبت ما یه روزی میرسه. 19 دسامبر 2003 دولت لیبی سرانجام تسلیم میشود
و در بیانیه اعلام میکند نه تنها تجهیزات هسته‌ای، نظامی و شیمیایی خود را تسلیم خواهد کرد، بلکه با امضای پروتکل الحاقی نظارت‌های بیشتر آژانس انرژی اتمی و بازرسان تسلیحات شیمیایی را نیز پذیرفته است. تا اینکه در دسامبر 2003 آقای قذافی پروتکل الحاقی رو میپذیره. آقای قذافی پا رو فلا میذاره، حتی مسئله هسته‌ایش که چی؟ مسئله شیمیایی بود، مسئله حتی بگید مسئله شیمیایی و موشک‌های بالستیکش رو همه اینا رو تو پروتکل الحاقی امضا میکنه. علاوه بر اینها برد موشک‌های خود را نیز به 300 کیلومتر کاهش خواهد داد. تازه متعهد میشه موشک‌های بالستیکش رو یا از بین ببره، اون یه عده‌ای هم که داره تا میزان 300 کیلومتر هم بردشون رو کاهش بده آقای قذافی. لیبی تأسیسات هسته‌ای خود اعم از دستگاه‌های سانتریفیوژ، قطعات مربوطه، مدارک و مخزن‌های حاوی هگزافلوراید اورانیوم را به آمریکا منتقل می‌کند. و حتی سانتریفیوژا همه چی، حتی تحقیقات در مورد موشک‌ها کارو تا جایی می‌برن، حتی تحقیقات در مورد فشنگسازی لیبی، حتی فشنگسازیش، همه چی، همه اینا رو 55000 کیلو بار می‌زنه. مشکلات هسته‌ای لیبی بسیار بزرگتر و عمیق‌تر از چیزیه که امروز در رسانه‌ها به اون اشاره میشه. این مشکلات مثل یک کوه یخه که الان تنها قله اون بیرون آب دیده میشه. چیزی حدود 5%. آقای اسپنسر آبراهام، ایشون کیه؟ ایشون از مسئولین انرژی اتمی آمریکا هستش. برمیگرده میگه که بابا جا این فقط کوه یخه در مورد لیبی. لیبی 5% به خواستای ما عمل کرده. آقای اسپنسر آبراهام داره میگه. میگه 5% عمل کرده. لیبی 95% دیگه باید به خواستای ما تن در بده. 26 ژوئن 2006، معاهده میان انگلیس و لیبی منعقد می شود. بر این اساس انگلیس متعهد می شود تا در صورت حمله احتمالی به لیبی امنیت قذافی و حکومتش را تضمین کند. تونی بلر فقط یه قولی میده به آقای قذافی که این قولش خیلی برای من جالبه. میگه که من قول شرف بهت میدم اگر کشوری به تو حمله نظامی بکنه، ما و آمریکا و متحدانمون هممون بلند شیم و تمام نیروی هواییمون رو در اختیارت بذاریم از کشورت محافظت کنیم. آمریکایی‌ها لغو کامل تحریم‌ها و کمک در جهت گسترش مناسبات اقتصادی با دنیا را به لیبی وعده داده بودند، اما بهانه‌جویی آنها پایانی نداشت. بهانه‌های نظیر قوانین داخلی آمریکا، اختلافات بر سر تحویل متهمین پرونده لاکربی و وضعیت حقوق بشر در لیبی. زمانی که یه مشروعیتی باید غربیا بگیرن که تیر خلاص بزنن به قذافی، یه مشروعیت هم چیه؟ همیشه مردم در صحنه. همزمان با بالا گرفتن اعتراضات مردم لیبی در سال 2011، نیروهای ناتو سوار بر موج بیداری اسلامی مردم منطقه و برای تحت کنترل درآوردن آن به این کشور حمله میکنن. بعد مردم رو میریزن سال 2011 تو خیابون، بعد برمیگردن اسلحه میدن به بخشی از این مردم، دیگه حالت جنگ داخلی میشه. قذافی که میاره خودش دفاع کنه، هواپیما میفرسته بالا، آهای تو مردمو کشتی، تو فلان کردی، حالا چیکار؟ شورای امنیت تصویب میکنن که آقا ناتو حمله نظامی کنه به قذافی. انگلستان که متعهد شده بود در صورت تهدید نظامی لیبی از این کشور دفاع کند، حالا خود در این حمله تحت عنوان نیروهای ائتلاف حضور دارد. جالبه، سردسته این هواپیماها هواپیمای انگلیسی به دستور آقای تونی بلره. همونی که بهش قول داده بود که اگر کشوری به شما حمله کنه ما میایم هواپیماهامونو براتون میذاریم، همونا اول از همه حمله میکنن. همونطور که سال 2003 نقطه عطف تاریخی برای مردم لیبی بود، سالهای دیگه نیز میتونه نقطه عطفی برای مردم ایران و کره شمالی باشه. همین خانم کاندوز رایس خیلی جالبه، در همون 2003 که با این آقای قذافی قرارداد هسته‌ای می‌کنن، یک جمله میگه که فکر میکنم با این جمله تمومش کنم برنامه رو، که امروز من و توی ایرانی وقت بدیم کجا بایستدیم. خانم کاندولیزا رایس سال 2003 میگه که امسال سال پرفروغی برای ملت لیبی بود، سال نقطه عطفی بود برای ملت لیبی، و امیدوارم سالهای آینده نقطه عطفی برای ملت ایران و کره شمالی باشه.